ما در یک شرایط عادی و ساده‌ای در کشور نیستیم. اگر ما از اون آغاز انقلاب اسلامی در نظر بگیریم تا امروز که سال 98 ما هستیم، سخت‌ترین سالها این روزهای اخیر و این ماهای اخیر بود. از اول انقلاب تا حالا کی بوده که ما برای فروش نفت و حرکت یک کشتی نفتکش این همه مشکل پیدا کنیم؟ کشور وقتی با مشکلات فروش نفت مواجه میشه چجوری باید کشور رو اداره کنیم؟ ما بودجه سالیانه‌مون 450 هزار میلیارد تومانه. دو تا نیاز داریم. اول نیاز ریال داریم. این 450 هزار میلیارد تومان پولش از کجا باید به دست بیاد؟ 30% درآمد لازم کشور ما از طریق مالیات و عوارض گمرکی هست. اون درآمد اصلی که کشور رو اداره میکنه پول نفته. ما اگر امروز در شرایط عادی بودیم در سال به طور متوسط 60 میلیارد دلار نفت میفروختیم. 60 میلیارد رو شما 10,000 تومان هم که حساب بکنید دلار رو، 600 هزار میلیارد تومان. ما نیاز به ارز خارجی هم داریم. شما یه سری وارداتتون، حالا چه کالا چه خدمات، با ارز خارجی امکان پذیره. ما در سال چیزی حدود 50 تا 60 میلیارد نیاز کشور هست. بخشی از این واردات یعنی جزء وظایف دولته، اون کالاهای اساسی است که میخواد وارد کنه، دارو، تجهیزات پزشکی است که میخواد وارد کنه و برخی از خدماتی که ضرورت داره اونها رو خریداری بکنه. خب اینم تقریبا یه چیزی حدود 20 میلیارد دلار میشه در سال حداقلش. من دارم به شما خیلی رک و پوست کننده میگم، 600 هزار میلیارد تومان پول نفتی که میباید تو دست ما باشه، یک چیز کمی الان تو دست ما.